این برنامه را ما خدمت بزرگوار سخنگوی قماندان امنیه خالد زدران آمدیم. از خالد زدران یه ممنی قماندانه اینه نمونگ در شیرینو که یه برنامه جوده و تلویزیون ولم رسره دی تاسو دلت فعال چک پنگ چرت ده میمان نواز هستین؟ چی پخته کدین؟ بس چی که دلت میشه ما برد پیدا نکنم دی ټول هیوادوالو څخه موږ لومړی کوم دا غوښتنه وای چې خپل ګوند کې په هر هغه شا باندې پام وکړي او د هغوی دسترخوان وکړي د هغوی د هر څه خزانونه خبر کړي کوم څوک چې اوس د اقتصاد به نام خداوند توانا سلام هموطنان عزیز آرزو دارم هر کجایی که باشین لباس عافیت برتن داشته باشین و یک روز از ماه مبارک رمضان به خوبی سپری کرده باشین. خوشحال هستم که بازم برنامه دیدار و افطار رسیده و ما فیصل آسم در خدمت شما هستم. این برنامه را ما خدمت بزرگوار سخنگوی قماندان امنیه خالد زدران آمدیم. به خانهشان آمدیم و با جمع از دوستانشان، همکارانشان، هم تیمشان که همیشه اینجا می باشن و خواستیم ای افطاری را، ای دیدار افطار را با اینا باشیم. خب در شروع برنامه می خواهیم که اول یک سلام و کلام از خودشان داشته باشیم به هموطنان. مننه سلامونه اونی که هیلو طول و لیدون که تا در زرد لیکومه. نو دا وخت هم از دیگر دی دوی موویل چه مونگ در زوی تاسو افترای گورو دیداری که مونگ هم در رسمیت و چه راش و کور تا بیا بیر تا اوزو لگ بازار که گرز و چکر و او دا خلق وین و مونگ هم لگ دی ورزش پنیت بندیم وزی و ترسو دی هوادوال و حال هم اخلو چه پا کم موقف که دی امنیتی سنگ دی نو اوز دوی تا مویل چه زی با هر با اوزو چکر با او لگ و دی هوادوال و حال با هم اخلو نو تاسو بایم رس رو گیره. بسیار خوب. خب قسمی که زدران صاحب گفتن که ما در شروع برنامه میخوایم بریم حال احوال هموطنها رو بگیریم در بیرون و با می جمع که هستیم و افطاری رو انشاءالله می داشته باشیم، شما بیننده برنامه باشین و ببینین که هموطنهای ما از امنیت فعلی راضی هستن نیستن، از نگاه شرایط اقتصادی در کدام حال هستن. خب گفته ها رو می داشته باشیم با اونا هم شما بیننده برنامه باشین. بفرمایید. زیب ورزو منان خداس و پوز و زدرانی ممنی کمانده نه نمونگ در شیرینو که یه برنامه جوده و تلویزیون ولم رسره دی تاسو دلت فعال چک پنگ چرت ده خوب است. اما قدر شم کفی یک برای خب حالا بخیر کدام طرف میریم زدران صاحب؟ اوز خودو داده لسم عوضی پا حدودو که چرایی اجیا کوب تا هلتا چک فند دای اغیر سخبا میدن و که خلکو سر با مو گورو چا مونیت سنگ دای سر دول دای دلتا خلک پا کم قرار که جوند داری و چه مخصوصاوی دی نظام سخبا دی امونیت در کم اخیر برو هستن. بله زدران صاحب یک چیز بسیار مهم است که مردم افغانستان بسیار همی تشنه صلح و امنیت هستند و شما چقدر در این سطح تلاش میکنین
به خاطر امنیت و به خاطر صلح. د افغانستان خلکو تقریبا د سلوختو کارون نه وجنګیدل در بدر شول ور بړ شول، یعنی د افغانستان هر بچی د غرمان په زړه کې و، د زوی و چې دلته سوله راشي امن راشي، چې د هغې جملې څخه مونږ هم یو، مونږ هم همدا غوښتل چې په خپل وطن کې سوله راشي امن راشي، همدغه روژه چې اوس خدای پاک مونږ ته راکړې ده همدغه شانتې په خپل وطن کې د امن په فضا کې ترسره کړو ویلرو. نو خدای تعالی هغه روژه راوستلې ده، نو مونږ یو بعضې مشکلات شته، اقتصادي ستونزې شته، نیمګړتیاوې شته، بار بار وایو چې د ټوپک په خوله باندې چې یو ځل خبرې ودرېدلې دغه اقتصادي ستونزې یا نورې نیمګړتیاوې دغه اصلاح کېږي، دا به قلم باندې اصلاح کوو ورو کال دوه کاله وروسته به انشاءالله ډېر څه اصلاح شکل طرف ته روان. نو بس د هیوادوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې هر هغه شی چې دلته په ښار د کابل یا حتی په ټول افغانستان کې مونږ خو د کابل په سطحه باندې وایانو چې دلته وینئ چې د نظام یا د وطن یا شخصا د دوی په توان کې ده، مونږ سره د اړیکه نیسي، دوی پر مخ باندې مونږ د پولیسو سل شماره فعاله کړې ده، د هغې لارې دې مونږ سره اړیکه نیسي او زموږ امنیتي ځواکونه به ډېر په عاجله توګه هغوی نیمګړتیاو ته رسیدګي کوي. بسیار خوب، بسیار گپ خوب است همین که مردم بتونند یک فضای آرام و امنیت سرتاسری زندگی کنند، این بزرگترین گپ است و این قطعات شما و همین تیمی را که شما گفتین همیشه فعال می باشد. و فعال بیار وقت بیو بیام دم از دیگر وقت که زب یوازی رو وزم بازار تر چوک نوی را سرم ستون که ویس چوک هم نیری زی یوازی رو وزم بازار که هم دا غصی چکر لکم من دلتا یران و سرم وینم بلا دکندران و سرم خیلی احساس که اگوی پیگی چو سامن رغل ده ایچ اتام ده سر خطر الحمدلله نشتا پکی هم دا غا عرضو چه افغانان در لدل اوست الحمدلله رغل ده همه. خب بسیار خوب، خب بیشتر دوستانی که من ازشان میپرسم در مورد سن سالشان و از شما میخواییم بپرسم که چقدر سن سال دارین شما؟ جوان خواه هستین؟ ما از خود تقریبا ویش اتویش کلا با اومه او کسی هم زیاد پا جگره که مجمون تیر شوه ده نو یه مده اتویش تو کلونو پاریم. خواه خواه بسیار خوب، عروسی کدین؟ یک عروسی کردین؟ یک عروسی، تقریبا دری بچیان دارم و دو لونه. بچه ها که کلانتون چند ساله است؟ من تقریبا اتا کلان. خواه بسیار خوب، فکر میکنم به یکی از چک پوینت ها هم رسیدیم. بله، چارایی آجی یعقوب و همتنهای عزیز. سلام علیکم، خیلی سب خیستی جوری. سلام علیکم، آجی یعقوب دکنه لسن حوزی ملگریه خواه حوزی نه بای رابطه سرکر یوزه خلی زدرانیم ده کابل همون یک مندانه اینه تست داره. خو بیا د الله تعالی نه ډیر شکر دی چې د غومره را رسیم د الله تعالی. چند ساعت پیره میکنین؟ اه بجه میایم تا میشه که برای دوستان تا شش و نیم بجه. شش و نیم بجه رویتان اگه طرف دار بتین. بجه میایم تا شش و نیم بجه. شش و نیم بجه که باز رفتم دیگان دیوالا میاید ایجا تا صبح بجه. باز شام ما دارم در نو بجه میرم تا دوزده بجه گزمه دارم پس خواه میشم. انشالله که تو مردم بلد شده این دیگه، مشکل نیست؟ نه انشالله هیچ مشکل نیست. خب بلد شده این که تو مردم یکم که شما در اول نابلدی میکدم این یکم بود؟ نه اول کمی چی بود، علی بسیار خوب شده، مردم هم خوش هست. از ما مردم، ما از مردم خوش هستم که دلتا چه پامونیت که ولاد به پچک پاند بانده خواه همون تا سنگر که و اغل تا پریزاده که ولا آقا خوشحالی اوزم پا چکپند کشتا چه دی ولس خدمت کرده یار اوز مخ کلک دقا خواه دیر خوشحاله سه ده خلق کوشه ده چه مگم خوشحاله یا
امن څنګه ده امن خدای والا بس د الله تعالی شکر مشکل چه مونږ ته صداشه درست دارین خلکو سره رویا څنګه ده هیڅ مشکل نه ان شاء الله ډیر خلک امرانه خوشاله دي موږ هم زنه خوشاله د خدای تعالی نه ډیر د الله تعالی نه شکر باسو چې ملت موږ نه خوشاله سو او موږ د ملت نه خوشاله کوشش کوي خلکو سره نرم سلوک خرابیا تکه ډیر تړي د خلک وو به شک ده خواهش میکنم تمام هم جوری که یک شوخی کنیم میمون نواز هستین میمون چی پخته کردین بس چی که دلت میشه ما برات پیدا میکنم ما قدر پیدا میشه یه افطاری چی جور کردین افطاری چی پخته کردین افطاری خونه دیگه معلوم نیست فهموجا قروانا میرسه خب که شما هم بخورین ما هم بخورم آ بخیر باشه برو تشکر بخیر باشه الله خوشحال من گرزو دت خب هموطنان عزیز ببخشید که من کم به تاخیر رسیدم که زدران صاحب صحبت ها رو شروع کرده بودن در برنامه و زدران صاحب هموطنان را میشه که حال احوالشان را بپرسیم و کدام سمت بریم به نظرتان صحیح بیاین دوستا شما هم برنامه را بیننده باشین دیگه ما بیرو برآمدیم سایه شهر نو کابل است و قسمی که شما هم میبینین ما فعلا به چارایی آجی یعقوب هستیم که مرکز شهر نو میشه و همیشه وقت شهر نو امو جمع جوش خود داره دیگه فعلا هم که در تصویر شما میبینید نام خدا هموطنان عزیز ما خیلی زیاد است و در کاروبار خدا مصروف هستن خب زدران صاحب بریم یک چیز که همین مسئولیت نظامی داشتن هم جنجال های زیاد است همه تست هر لحظه باید آدم آماده باشه سلام علیکم خوب هستین بخیر ستان خوب است بخیر هستین سلام علیکم خوب هستین بخیر هستین سلامت تشکر زنده باشین سلام علیکم کاکا خیر هستین سنگره از نگاه امنیتی چی نظر دارین راضی هستین نیستین از شرایط فعلی رمضان چطور میگذره؟ خب میشه که بیاین اینجا صحبت کنین؟ خوب هستین؟ نامتان؟ فیصل خب فیصل هم نام ما هستین آرام آرامیست خوش دکاندار همی منطقه هستین شما خب چطور هستین از رمضان چطور میگذره؟ خوب میگذره خب معلوم میشه که اگذر زیاد سرتان تاثیر کرده خب دوستان عزیز میریم و همشهری های دیگر هم میبینیم و نظریاتشان در مورد امنیت فعلی و اوضاع فعلی می داشته باشیم خب زدران صاحب در شهر کابل قبلا هم زندگی کردین بودین چه رقم میشه بر ما کم بیش بگوین یا نبودین نه قبل که ما پخوا زندگی نده کردی اول زنده چرا غلی ما کردی بنا تم یاشتی سنگه تحولات را میزه قبل برای یا زنده غلی و درش بیمی کردی یا نم دیر پا بعد حالت کردی زنگه غلط همون نیول شی بودی تیر رژیم سنگه قبل چه ما سوم رو کتا دی دنیا پهیوادونو که دی قبل کسون خیست شد دی تخدای تالا ورکرد دی آغا نشتا ما څور زما خیارانو ته ویل چې ځکه هم دلته د دنیا د زورورو سره په جنګ وي یو وایي چې دا زما دی بل وایي زما دی خو دا کابل به د افغانانو وي اوس افغانان پرې تسلط لري هغوی حاکمان دي انشاءالله امید د افغانانو ارزو دغه ده چې دغه نظام اسلامي نظام تر ابده پورې وغځي بسیار خوب بسیار خوب انشاءالله با مردم کابل چطور راحت هستین و امی یک ارتباط باید باشه بین یک نظام و مردم شما چی فکر میکنین که آیا مردم هم امو احساس دارن احساس میکنن با شما هستن و شما چگونه پیدا کردین مردم هم بعد افغانان سر از دیر وینم و سر کنم پسم تلفن رابطه وی نو اکثریت افغانان د امن څخه راځي دي دلته تر ډیره پورې امن راغلی دی پخوا به د دې چرایي په سر باندې مخام ټیم یو نفر د یو ټلیفون په سر باندې شهید ده د غلو له طرفه اوس الحمدلله هغه امن بیخي راغلی دی چې خلکو به یې هیله درلودله نو دلته ټول خلک د شپې تر ناوخته پورې همدلته ګرځي راګرځي بعضې مشکلات شته همدغه شان په جنایي پېښو په هکله باندې هم شته خو دا هغه کسان چې د تېر رژیم پر وخت باندې
د زندانونو څخه په ولس سره خلاص شو هغه تر ډیره حد بیرته نیولې دي او د قانون منګولو ته سپارلې دي موږ کوشش کوو په ټول توان سره چې د کابل پایتخت د افغانستان پایتخت دی د دنیا په سطحه باندې یو امنترین پایتخت دی موږ هغه کوشش دی او د هغې دپاره به انشاءالله ځوانۍ قربانوو د هغې بسیار خوب بریم پیشتر بریم بازم هموطنان رو ببینیم دوستان شما هم برنامه رو دنبال کنیم و پیشتر میریم ببینیم که اینجا یک اندازه دوکانا و اینا هم کمتر است بازار پیشتر است عسل طهار خواه ماشاءالله طهار؟ عسل مفروشین؟ نامتان؟ نامم قاری صاحب میراغا قاری صاحب میراغا عسل ها را از کجا آوردین؟ از طهار آوردین خواه خواه عسل اصلی است دیگه؟ اصلی چند نوع عسل دارین؟ دو رقم خب باش ما این طرف تر بیایم که صدای شما را درست داشته باشیم دو رقم عسل دارین؟ بله صاحب خواه بسیار خوب و اینجا زندگی میکنین یا خانه طهار است؟ همینجا زندگی میکنیم خواه زدران صاحب مسئول امنیت هستن و میخواین در مورد شرایط فعلی از شما پرسان کنن راضی هستین نیستین؟ حالا راضی هستیم راضی هستیم اما دیگه یک جا در اولی کرایه زندگی میکنیم مبلغ 4000 روپیه کرا میتیم آن دیگه این فروش مروش و بگیر نمان سا نیست میسیم تا بگره تا نماز شما میسیم اگر کام تا خدا بینون اگر شد نشد دیگه هیچ چیز دیگه همین تو فامیل هم اینجا است فامیل هم اینجا است خب چند سر عیال هستین؟ یک شش هفت تا هستین شش هفت نفر خانه هم کرایی؟ خانه هم کرایی روزانه چند کار میکنین؟ روزانه روزی در پر محیط نداریم دیگه والا بسیار سخت است زدران سای بونه گپایشان شما شنیدین مردم ما در تک شرایط حد نزیاد زکلار به هر چی روز من چرایی تا دلتا زیادتر از زوانان وی اوی فقط دیوی دو بی اختنه کردی اگر دل سا اختنه نکردی لیکنی دلتا یک کسی بی ستون بیاد بدریغش تا ورخ چشا که هوادوال و هاگه تجاران چی دلتا و به هر کی زمون هوادوال بیا که تجاران چی به هر کی سرمایه گذاریان کردی دا وینن سبا فرض جوړیږي دا فرض ادا کې دا غل صح خپل سره سره بازاریان وږي او د نړۍ دا اشغال چې زموږ په اقتصاد باندې لره نه دی مو غوښتنه دا چې دغه اشغال ته د پای ټکی کیږي چې پایندا کې به بیا انجام به ډېر خراب وي افغانان به د لوګي سره لاس او ګروان دي افغانان خو داسې خلک دي چې خبرې کوي هیڅ نه دي یعنی د خپل ازادۍ لپاره ډېر څه کوي هر څه کولی شي نو زموږ غوښتنه دغه ده د نړۍ څخه هم دا غوښتنه ده چې کوم اشغال چې زموږ اقتصاد باندې دوی لري هغې ته د پای ټکی خوب است خب اینمی مردم افغانستان طبقه که هست اینمی در مجموع کل ما و شما یک طبقه بسیار پایین هست اینمی امنیت میخواین و اینمی شرایط اقتصادی بده که دارن اینمی رو میخواین که از این شرایط برای بیرون شوند خوب است هموطنهای عزیز خب پیشتر بریم خب بیشتر میریم دیگه امیدوار هستیم کاروبار شما بخیر شیشا از کل هموطنهای ما هموطنهای عزیز آمین فکر میکنم که موقع افطاری هم نزدیک است و اینجا بیشتر هموطنها را که میبینین آمادگی به خاطر افطاری میگیرن و از غذای افغانی چی را خوش دارین مخصوصا از شهر کابل چی زیاد خوشتان میاد که بخورین کابل خو یواز ما تا سوپ خوند را که سوپ دیدن خواه سوپ خواه تازه باش آشنا شدین
یا نه نه په خاموش تراش نه خو خو او شریخم ډیر سید شریخ باز مزه دار است. خو حالا دیگه موقع افطاری است دیگه انوزا از آن نداده دیگه افطار دور است باز خوردنش دیگه نمیشه اگه یک شریخ خوری میکردیم افطاری نبیه برست خب هموطنهای عزیز فکر میکنم که لحظات افطارم نزدیک است و ما هم باید بریم و افطار خود برسانیم. چند لحظه آمدیم حال احوال هموطنها را گرفتیم میخواستیم بیشتر صحبت را داشته باشیم اما موقع برنامه کمتر است و وقت هم زیخ است. اما تو هست؟ خب بریم بخیر؟ خب شما هم بینیده برنامه باشین صحبت را انشاءالله با زدران صاحب میداشته باشیم. خب هموطنهای عزیز ما رفتیم چک پوینت ها رو دیدیم و قسمی که شما دیدین با هموطنهای عزیز هم صحبت ها داشتیم. حالا آمدیم به جایی که خود زدران صاحب همیشه افطار میکنن. همیشه همیجا با جمع از دوستا افطار میکنین؟ بلکن بلکن او هم دلتا همون دلتا افطار میکنم منگریم یاران دوستانم گرجو هم اکثریت بهرم زیاد و بسیدیم ایشار وقت هم دلتا بهرم کوم ځای نه چې موږ ته سرکت رو په هغې ځای کې موږ افطار کوو زیاد نو زیاتره وخت بهر زیاد خو بسیار خوب. معمولا د افطاری چی میخورین؟ چی خوش دارین؟ چی آماده میکنین؟ کدام غذاها ره؟ افطاری که خو یو دا هغه دی چې په چیشي باندې لاس ولګېده بس هغه به خورې. خو بیا هم زما خوښېږي بریانی بریانی هغه خو بریانی بریانی باز یک ذره سر میده تاثیر میکنه. او میده باندې ما خپل میده ډېر هغې تکلیف هم لرم اوس میم در ژبله پرینه شوې ده اما باز هم دیگه تحمل میکنی نه؟ او برای این شوق میده خب دیگه چی امی برادرایی که از زدران هستن مربوط ولایت پکتیکا میشن؟ او پکتیکا زیروک ولسوالی خب ولسوالی زیروک خب بسیار خوب کدام ولسوالی است؟ خب ما تا او طرف ها نرفتیم دیگه آشنایی نیست نه؟ رفت آمد که نباشه باز آدم بلده خواه من ده اوز خب از او اقل تا بام زو گروه زدان صاحب در منطقه و امون ولسوالی و قریه و جایتان چی پیدا میشه خوردنی؟ کدام غذا رواج است پخته میشه؟ اقل تا خو یا پا غرونو که چلغوزی دی چلغوزی زیاد که گی اقا مسومی شاید ایشی تراغه دیگه سخه خلق آیدم تر لحظه که خرسی آه بسیار یک درآمد خوب داره قیمت است کیلو چند؟ یه کیلو به او سو پوری تقریبا او اتن نسو اپانه شاید بیم در آشان تیوی او دویم کتم که انار انارم در خسته انار لری او انارم لری نور فصلو ندی دی جمعی و اوڑی جوار غنم اروبشه هم در خشان دیده. خب باز غذایی که پخته میکنین کدام غذا است؟ در خانه مثلا دوست و منقل داد دندکه چی چی؟ در زمانگ اگه خوراک ده چه خبره چی میلی خوراک ده اگه خواد ده دلتا دندکه ورته ولتا مونگ پومه خیرانی وریجه ورته وایو خواد خوز فاتم دیگه مشهوری دی پکتیکا طرفم دیگه مشهوری اگه هم زمانگ دیر دلچسپ خوراک ده. دوران نوجوانی را کجا بودین؟ تولدتان در کجا کدام ولایت شده؟ و درس ها را در کجا ادامه دادین؟ زما پیدایش به وزیرستان که وشه شمالی وزیرستان که بیا تقریبا شپخ کال تو اقل تا اوم چرا دوشون بیر تا بیا خوز تر آولو منکر خوز تر آولو خوز که تر دوزر اتم پوری اقل تا خوز که بیا در حالات سر بدل و اقل تا مشکلات و در عقیل عمل بیر تا زر لارم
په غرونو کې وو، بیا به ډېر په شمالي وزیرستان کې وم، دې وروستیو کې بیا پېښور کې زیات وم، پېښور کې وم. کله چې شمالي وزیرستان درس ها را باز کجا خواندین؟ کدام مدرسه خواندین یا مکتب ادامه دادین؟ چه رقم؟ ما په خوست کې د عبدالحی حبیبی لیسه کې درسونه ویلي دي، تر نم سم پورې. بیا چې بلته مطلوب شو لاړو، درس هلته پاتې شو. همداسې مې دینی تعلیم یو څه په وزیرستان کې د منبول جهاد کې کړی، منبول علوم کې، منبول علوم کې مې دینی تعلیم حاصل کړی دی. سنه سه موږ نه بیا درسونه پاتې شول، ځکه مبارزه کې بوخت شو، د هغې کې مسئول پشو. بسیار خوب. فکر میکنم هموطنان عزیز، لحظات افطار هم نزدیک است و این هفته آخر ماه مبارک رمضان است. چند دقیقه به افطار مونده؟ افطار تا تقریبا 15 دقیقه فاتید. وقت داریم دوستای عزیز، و شما هم چند تصویر ببینین، بازم کم به صحبت ها را میداشته باشیم با زدران صاحب. خب زدران صاحب، گپا را کلش گفتیم دیگه، تقریبا برنامه خودمانی بود دیگه، تو برنامه سوالات زیاد خاصم نبود. میخوایم پیام شما را چون پیش از افطار داشته باشیم، که باز در موقع افطار نمیشه دیگه، وقت کلگی مصروف خوردن میشه. خب پیام شما را میخوایم داخل داشته باشم، گفتنیتون برای هموطنای عزیز. اوز خوب روژه ده، وقت دی روژه ده، دی طول هیوادوالو سخمون رو میکنم، دا غوخته نواشی خپل گواند که پا هر آقا شا بانده پام وکی ها ده، آقای دسترخان رو کری ده، آقای ده هر تا خزنون خبر که کم سوک شی وز ده اقتصادی ستون سر لاس و گروانده. کسا هم روژه وستوری دون که دا وست راتون که اختر را روانده، باید دا فرض وگرن که زنو بانده فرض وگرن وشی دی خپل گواند که دیگه که کسان پختنه و کوچه دوی اختر تا سر لری نی لری، خصوصا دلتا شل کلن اشغال تر شوی و زیاد اندازه بانده مونگ تا یتیمان رفاتی دی آغا که زمونگ دی جمله سخه دی او یا پا مقابل که چی مونگ تا ولار و آغا مونگ تا رفاتی دی مونگ ویس پلا نکو و باید آغویم پختنه و کو دی اختر لپارا حقا دو کیشی دوی ورطا خوشالی گی باید ورطا وای خلو وری کو دامل طول هیوادوالو سخه وقتنه دا هیله می دا چې هر څوک باید په خپل ګوند کې په یتیمان او په خوارو مسکینان باندې فکر وکړي. بله دقیقا، بسیار یک پیام خوب. جامع هموطنان عزیز، این سفره را که اینجا اوار است، ما شما میبینیم بسیاری خانه هاست که یک گلاس ها و حتی یک توتنان نیست و مردم در یک شرایط خوب اقتصادی نیستن. امیدوار هستیم که این مشکلات روز به روز حل شوه و یکی دست یکی دیگر بگیره و به هم دیگه یک جا شوه. انشالله خدا مهربان است و به می امید این برنامه رو ختم میکنیم و امیدوار هستم برنامه رو که امشب براتون تقدیم کردیم تا این لحظه طرف توجه شما قرار گرفته باشه. از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنید. تا دیدار و افطار بعدی، خداوند یار و مددگارتون باشه. Thank you.